دوستان عزیز، همراهان گرامی، سلام. به یامی گاسترونومی خوش اومدید. من مهیار هستم. میخوام امروز طرز صحیح تمیز کردن، آماده کردن و برش فیله گوساله رو برای تبدیل کردنش به کباب فیله و به استیک فیله مینیون خدمتتون توضیح بدم. عمدتا وقتی که از یه فیله درست استفاده میکنیم و من توصیه میکنم به عوض اینکه استیک جداگانه یا فیله خرد شده بخرید، همیشه یه فیله درسته ترتمیز رو خودتون ببرید. انجام این کار بسیار ساده هست. فیله تمیز کردنش همطور که خدمتتون نشون خواهم داد اصلا کار دشواری نیست و به راحتی میتونید که با توجه به نکاتی که خدمتتون میگم از پس این کار بر بیاید. فقط لازم هست که دقت بکنید که فیله زایع نشه، چون به هر حال از یک عدد گاو 300 400 500 کیلویی 1 کیلو نیم الی 2 کیلو فیله به دست میاد. این لذیذترین و لطیفترین و نرمترین قطعه داخل یک گوساله هستش و دلیل این نرمی هم اینه که این عضله هست که همیشه در حال استراحته، یعنی عضله نیست که کار سنگین انجام بده، بافتای عضلانیش پاره بشه بر اثر ترمیم این بافتها، بافتای زخیمتر و جدیدی به وجود بیاره. همون مکانیزمی که حین ورزش و بدنسازی برای عضلاتی که تو بدن آدم کار میکنن پیش میاد و رشد میکنه. پس این عضله کمکار هست، این اصلا رشدی انجام نمیده و به همین خاطر هیچ کار خاصی احتیاج نداره برای نرم شدن. خدمتتون عرض کنم که ما ابزاری که برای این کار احتیاج داریم ابزاری هستش که در آشپزخونه هر کسی پیدا میشه، یه چاقوی تیز شف یا یه چاقوی قصابی 20 سانتی، تیغه حداقل 20 سانتی و همچنین ترجیحاً اگر یه کارد بونینگ یا فیله 16 الی 18 سانتی داشته باشید این خیلی کمک میکنه و اینا هر دو باید کاملاً تیز باشن. خب با توجه به اینکه میخوایم یه مقدار کباب در بیاریم، یعنی کباب فیله‌ای که میخوایم در بیاریم، نیاز به این داره که ما پیاز این رو از الان آماده بکنیم. پیاز زرد برای این کار خیلی بهتره. پیاز بنفش سعی کنید استفاده نکنید. پیاز رو وقتی کلش رو میبرید یه مقدار این رو بیشتر از حد معمول ببرید. داخل پیاز رو کاملا بررسی بکنید. همونجا اگر دیدید که مرکز این پیاز زرد هست یا در واقع این یه مقدار بافت در حال گندیدگی داخل این پیاز میبینید، بلافاصله بگذاریدش کنار، یعنی اینو نشکافید، اون قسمتاشو جدا کنید، بقیهش رو استفاده کنید. پیاز کاملا سالم و تمیز و سرحال برای این کار استفاده بکنید. دنب پیاز رو میگیریم و پیاز رو خلالی درشت 6 میلیمتری خرد میکنیم. من دو تا پیاز متوسط استفاده میکنم. حدود 1 کیلو از فیلم رو میخوام برای کباب بخوابونم توی این پیازی که دارم خرد میکنم. خب دوستان، عجب پیاز تندی هم هست. یه قاشق مرباخوری نمک به این پیاز اضافه بکنید. این حدود 250 الی 300 گرم حد اکثر وزن پیازی بود که من استفاده کردم. کاری که الان لازمه انجام بدین اینه که اینا رو مخلوط بکنید به طرزی که نمک به همه جا پخش بشه و سطح پیاز رو بپوشونه و شروع کنید به چلوندن محکم، ماساژ دادن. میخوایم بافت پیاز له بشه، این قطعات خلالی له بشه. منظورمون این نیست که میخوایم رنده بکنیم این رو، وگرنه خب طبیعتا رندش میکردیم.
خب آب پیاز که شروع میکنه به در اومدن، من دیگه خیلی توضیح نمیدم، این توضیحات رو توی دو تا ویدیوی قبلی در مورد جوجه کباب، دو نوع جوجه کباب من خدمتتون دادم که چه اتفاقی میفته وقتی این کارو میکنید. فقط اینجا ما یه مقدار آب بیشتر از این پیاز میخوایم در بیاد. پیاز بیشتر از این استفاده نکنید، کمتر اگر باشه از اینی که من استفاده کردم اشکال نداره. اگر میخواید همون روز فیله رو کباب بکنید با این مقدار پیاز و کارهایی که خدمتتون میگم، شما میتونید که فیله رو 4-5 ساعت بعد از خوابوندن سیخ بزنید کباب بکنید. اگه میخواید این یه خورده بیشتر مزه دار بشه و شب قبل این رو بخوابونین، میتونید نصف این مقدار پیاز استفاده بکنید. خب این کاملا آبش در اومده و شیرین شده و اینو بگذارید توی یخچال بمونه تا آخر سر که موقعی که بهش احتیاج پیدا کردیم، تا اون موقع آب بیشتری هم ازش در میاد. خب دوستان، کار بعدی که انجام میدیم با توجه به اینکه هنوز دستمون گوشتی نشده و تمیزه، الان این کار رو انجام بدین، آمادگی لازم رو به دست بیارید. فیله گوساله خودش خوشمزه است و لطیفه و مطلقاً هیچ چیز دیگه به غیر از این اجزایی که بهش اضافه میکنیم به این اضافه نکنید. ادویه های عجیب غریب بهش نزنید. برخی از این افرادی که آموزش میدن دیدم گفتن که اسرار پنبه‌ای کردن گوشت و این چیزها. آقا گوشت نباید پنبه‌ای باشه، گوشت باید بافت گوشت داشته باشه. خب این فلفل رو یه مقدار درشت‌تر از معمول، البته من دارم آسیاب میکنم، یه خود زبرتر هستش، تقریبا از دونه های آسیاب شده قهوه مناسب اسپرسو یکم هم زبرتر. یه ذره سویا ساس به این اضافه میکنیم. این سویا ساس تخمیری مدیوم هستش، بین لایت و دارک قرار میگیره. ببینید این حد اکثر مقداری که میخواین استفاده بکنین همینه، یک قاشق غذاخوری. این یک قاشق غذاخوری طعم کباب رو تغییر نمیده به جهت غیر منطقی، ولی طعم اومامی گوشت رو به طرز محسوسی تقویت میکنه و بیشتر طعم گوشت میگیره کباب شما. ممکنه که گوساله‌ای که در ایران خریداری میشه، فیله این ممکنه که یه خورده کم طعم باشه به نسبت گوشت مثلا آمریکایی یا کانادایی، و به همین خاطر ما برای اینکه مطمئن بشیم که طعم کافی گوشت اینجا داریم، از دوست قدیمیمون اومامی کمک میگیریم و منباب پیشگیری از اینکه کباب کم مزه‌ای داشته باشیم این کار رو الان انجام میدیم. ولی تأکید میکنم بیشتر از این مقدار نه. بله، حدود با توجه به اینکه فیله گوساله تقریبا فاقد چربی هست، اگر ممکنه که اگر خیلی گوساله پرواری بوده باشه، فیله بالای 2 کیلو 2300 گرم باشه، ممکنه که 1-2% رگه چربی لابلاش باشه، ولی این تقریبا هیچ وقت اتفاق نمیفته. پس این روغن زیتون احتیاج داریم، روغن زیتون خوب استفاده بکنید. به هر حال کباب فیله یه کباب فاخر شاهانه ای هست که لیاقت اینو داره که از بهترین مواد اولیه ممکن استفاده بکنید، مخصوصا حتما از زغال خوب برای کباب کردن. توی این سینی یک مرینیت مشابهی من برای چند تا تیک استیکی که میخواییم مزه دار بکنیم استفاده میکنم. استیک فیله مینیونم باز همین ترتیبات رو داره، اون دیگه اصلا احتیاج به خوابیدن نداره، یعنی 1 ساعت که توی این موادی باشه که من خدمتتون میگم آماده این خواهد بود که اینو بپزید. باز به همون مقدار تقریبا 1 قاشق غذاخوری سویا ساس
دو سه قاشق روغن زیتون و اینو یکم با هم مخلوط میکنیم و چقدر زیبام شد، قشنگ یک اثر هنریه. خب این یه فیله خیلی چاقی نیست، حدود یک کیلو نیم، یک کیلو 600 گرم هست. توجه میکنید که بیرون بافت فیله، با توجه به اینکه گوشت خیلی لطیفی هست، این در چند ساعت در معرض هوا وقتی بمونه رنگ بیرونش یه ذره تیره میشه. این البته احتمال خیلی زیاد کشتار دیروز بوده که امروز صبح بر من آوردن و این خیلی هم خوبه چون تا حدی بیات شده این گوشت، ولی مرکزش که در معرض هوا نبوده میبینید که کاملا تازه هست و یک ذره رگه های چربی داره. خب ببینید، ابتدا من کاری که انجام میدم اینه که اون قسمت هایی که میخوایم برای کباب استفاده بکنیم، کله نازک و قسمت هایی که برای استیک مناسب نیستن، اینا رو همون اول کار من جدا میکنم این قطعات رو من وزن کردم، 850 گرم گوشت هست، هر سیخ استاندارد حدود 200 گرم هست، معمولا بین 180 گرم تا 220 گرم. این با توجه به نحوه سیخ زدنی که قرار ما انجام بدیم به ما مقدار 5 تا سیخ خوب کباب خواهد داد. یه دمار خیلی نازکی رو اینجا هست، رو این قسمت فیله، که اینو برای بریدن استیک میتونید نبرید، یعنی این وقتی پخته میشه اصلا گمه و تقریبا پوست پیازیه. ولی اگر میخواید که استیک فیله مینیونتون خیلی در حد 3 ستاره میشلین و کوردون بلویی باشه، اینو با دقت و احتیاط بدونین که گوشت هرون بکنید، با نوک کارد گوشش رو خلاص میکنید و آروم آروم به این ترتیب این دمار رو میگیرید. من خیلی وقتا این کار رو نمی کنم. در مورد نرم کردن کباب، یه چیزی که داشتم میگفتم اینجا جا داره که یادی بکنیم از رضا شاه کبیر. ایشون نقل هست که یه بار در واقع، خب ایشون علاقه زیادی به کباب گوشت و کباب چنجه داشتن و یک بار یکی از آشپزها رو احضار میکنن و یه دو سه تا همچین میزنن پس گردنش و بهش میگن که پدر سوخته، این کبابی که تو درست کردی کباب قجریه، واسه قاجرای تنبل بیدندونه، کباب پهلوی درست کن که دندونگیر باشه بفهمیم داریم گوشت میخوریم. حالا این دوستانی که میگن که آقا کباب رو پنبه‌ای کنید و فلان کنید و اینا، این حرفا واقعا نیازی نیست که این کارا انجام بشه. گوشت فیله خودش نرمه، تو هیچ چیز تندرایزر و هیچ روش کوبیدن و هیچ کاری لازم نداره، یعنی همینجوری اصلا انگوش این تو فرو میره و اینو همین الان بدون اینکه هیچ چیزی بهش بزنید، فقط با زدن نمک میشه اینو سیخ زد و کباب کرد و حین کباب شدن روش کره مالید که خوش نشه. خب استیک فیله مینیون به ضخامت 2 انگشت کنار هم باید بریده بشه، ملاحظه میفرمایید، یعنی تقریبا 1 اینچ یا 2.5 سانتی. یک کار دیگه ای که با این انجام میشود داد این هست که اینو تبدیل به استیک تورنادو کرد و دورش باید بیکن چرب پیچیده بشه و بسته بشه با بیکن. چاقوی تیز استفاده بکنید، برش های تمیز و یک اندازه و با فشار سعی نکنید گوشت رو قطع بکنید، با تیزی چاقو ببرید، فشار کافی بدید و ببرید که یه برش تمیز خوشگل بتونید داشته باشید.
و خیلی ها استیک هایی مثل تیبون و مثل ریب استیک و اینهایی که یه مقدار چربی بیشتر رو دارن و خیلی بیشتر دوست میدارن. به آخرین تیکهی که رسیدین اینو از وسط نصف نکنید، باز یه تیکه دو انگشتی یا یک اینچی ببرید، این یه دونه نازکتره رو یا به کبابتون اضافه بکنید، خدمتون آرزم که من این کارو میکنم، یا اینکه خودشو سریعتر جداگانه بپزید همراه بقیه استیکاتون. ولی این سایز برش استاندارد یک اینچ رو حفظ بکنید. این شد فیله مینیون ما که توی مرحله پخت من بعدا خدمتون توضیح میدم که درجه پخت این چقدر هست و به چه ترتیبی باید پخته بشه. خب تنها کاری که با این انجام میدیم اینه که توی این مخلوط روغن زیتون و سویا ساس دو طرف این رو آغشته بکنید. پس از اینکه کاملا آغشته شد، حالا روی این فلفل سیاه بریزیم. دوستان این فلفل سیاه برای تند کردن نیست، این برای طعم‌دار کردنه و همین مقدار کمی که روی سطح این به صورت یک نواخت ریخته شده کافیه که تو مدت زمان استراحت طعمش رو پس بده و طعمش به خورد گوش بره. خب این تمام کاریست که شما لازمه برای تهیه یک استیک فیله مینیون 20، یعنی واقعا در حد بهترین رستوران های ستاره دار اروپا انجام بدید. ترجیح من این هست که این 2-3 ساعت توی یخچال استراحت بکنه. اگر داخل یخچال چیزی نیست که بوی شدیدی داشته باشه که اینو تحت تاثیر بخواد قرار بده، نیازی به پوشوندنش نیست، در غیر این صورت روی این رو بپوشونید، ولی بهتره که هوا بخوره. پس نمک به این نزدیم، الان هم نمک به این نمیزنیم. این مخلوط به اصطلاح روغن و سویا ساسمون هم تنها سورس نمکش همون یه سویا ساسی بود که اون البته نمک خیلی کمیه واسه این مقدار گوشت. و موقع پختن بهتون میگم که کی وقت این هست و چقدر نمک باید به این بزنیم. پس اینو میذاریم استراحت بکنه و میریم سراغ بریدن کبابمون. با این فیله خیلی، یعنی چند جور کباب متنوع میشه درست کرد و در خیلی از رستوران ها الان کباب برگ رو با فیله گوساله یا خیلی جاها هم با راسته‌ای که کوبیده شده و نرم شده و حتی شاید مواد شیمیایی نرم کننده هم استفاده شده درست میکنن، ولی اصل کباب برگ در واقع با راسته تازه گوسفند شیشک پروار هستش و نه با گوساله. ولی با فیله هم میشه راسته قابل قبولی، در واقع میشه کباب برگ قابل قبولی درست کرد، ولی به اعتقاد من حیفه که فیله رو تبدیل به یه برش خیلی نازک بکنید و اینو کباب بکنید و بعد این خشک بشه. یعنی کباب فیله و همچنین اون استیک فیله مینیون اصلا با توجه به اینکه میزان چربیش خیلی کمه، تقریبا فاقد چربی هست، اینو نباید به صورت کباب برگ یا هر روش پختی که اینو بتونه خشک بکنه این رو پخت. این چربی های تیکه ته اینجا رو نگیرید، اینا چربی های خوبی هست. خود این یه قطعه با این چربی هاش سیخ زده بشه عالی میشه، محشر میشه طعم کبابش. فقط دمار و رگ و ریشه رو بگیرید.
حالا ما اگه میخواستیم این رو تبدیل به کباب برگ بکنیم، اینو بعد قبضه میکردیم و بعد حالا روش این رو بعدن یه بار خدمتتون شرح میدم به چه ترتیبی هست. یه کار دیگه‌ای که با این میشه انجام داد اینه که میشه اینو به قطعات این شکلی برید و اینو تیکه های اینجوری زد و اینا رو سیخ زد و یه فیله کباب مرتب تری، شکل و ظاهر بهتری که در اکثر رستوران ها همچین کاری میکنن، یه همچین چیزی رو سیخ زد. منطقه اون چیزی که من ترجیح میدم خودم تیکه های نامنظمی هستن که یه مقدار ضخیم ترن. ببینید موقعی که خودتون گوشت رو میبرید و از تمیز بودن تخته و چاقوتون مطمئن هستید، میدونید که داخل گوشت نسبتاً تمیز هست، یعنی ریسک وجود پاتوژن های بیماریزا خیلی کمتر هست و این موقعیت رو به شما میده که این کباب رو آبدار بردارید. این وسطش باید آبدار باشه و وقتی که قطعات ضخیم تر خوشگلی به این ترتیب شما دارین، این جویدن یه قطعه کباب آبدار مزه‌دار شده فیله نرم اینجوری لذتی داره که هیچ کباب برگی نداره. آقا واقعا نداره. من باز تأکید میکنم خیلی مطب خشخاش نذارید سر پاک کردن تمام قطعات دمار. این چربی ها رو مطلقا بهشون دست نزنید، یعنی اینا جواهرن، به هیچ وجه این چربی ها رو نگیرید. اینا آب میشن عین کباب شدن و گوشتتون رو خیلی خوشمزه تر میکنن. اینا واقعا حیفه که گرفته بشن، یعنی فکر نکنید که چاق میشید و چی میشید و اینا، اصلا این اتفاق نمیفته. اینا کاملا آب میشن روی آتیش و چیزی ازشون باقی نمیمونه که بخواد شما رو چاق بکنه. فقط نقشش خوشمزه کردن کباب هست و جلوگیری از خوش شدن کباب تا حد زیادی. یعنی این قسمت های دوم، این تیکایی که این چربی های سفت خوشگله داره، این بهترین جای این فیله هست برای کباب کردن و کاش همه جا این چربی ها رو، همه جاش این چربی ها رو داشت. میبینید که این چقدر نرم هست، یعنی اون چیزی که در مورد بافت نرمی که همیشه در حال استراحت بوده و کمترین کار رو انجام میکنه خدمتتون گفتم، اینجا میبینید که این همین الان اصلا با دست این بافت عضلانی از هم دیگه باز میشه. و من تعجب میکنم از کسانی که میگن بعد با فوت و فنهای عجیب و اسرار نمیدونم چی این گوشت رو بعد پنبه ای کرد. واقعا ببخشید حیف یونجه. دوستان بدون فوت وقت گوشت کبابی که بریدیم رو وارد روغن زیتون سویا ساس و فلفل میکنیم. اینو فلفلشو بهش زدیم دیگه، احتیاج به فلفل سیاه بیشتر نداره. تو مخلوط کردن این دقت بکنید اینو باش کشتی نگیرید، خیلی آروم اینو زیر و رو بکنید، با ملایمت نوازشش بکنید که این یه تیکه اون استیکه بود که بریدیم، این از دست ما قصر در رفته بود و خدمتش میرسیم. گوشت رو نگاه کنید، اصلا حظ بکنید، دادم حوض بکنه همینجوری اینو خام بخوره. یعنی من الان اگر اینجوری جنتلمن خوشتیپ نبودم، یه تیشرت چیز و یه شلوار جین پوشیده بودم، حتما دو تیکه از اینو الان خام میخوردم. آقا همین، فقط این همه جا نسبتاً یک نواخت پخش بشه و به خوردش بده. همین. خب اون پیازی که گذاشتیم توی یخچال رو، اونو الان به این نمیزنیم. اجازه بفرمایید اینو یه دو ساعت بذارید بمونه توی یخچال با درب بسته و
به خوردش بره طعم اومامی سویا ساس و روغن زیتون جذبش بشه. ما برخلاف اون کاری که تو مرینت کردن جوجه کباب کردیم که زعفرون و اینا رو بدون روغن زدیم، اینو میخوایم حتما روغن زیتون بهش جذب بشه، بره وارد گوشت که حین پختن این کمتر خوش بشه. دو ساعت بعد از اینکه این استراحت کرد، اون پیازها رو که آبش به خوبی دیگه تا اون موقع در اومده و خوشگل شده به این اضافه بکنید، یک ذره اینو هم بزنید. دیگه از این مرحله خیلی مواظب باشین تو دستکاری این گوشت که له و لوردش نکنید و بهش آسیب نزنید. خب دوستان، ما کارمون اینجا به اتمام رسید. دو برنامه بعدی، دو ویدیوی بعدی مجزا خواهیم داشت، یکی برای آموزش صحیح پخت استیک فیله مینیون و یکی برای آموزش سیخ زدن و کباب کردن تخصصی کباب فیله. این برنامه فقط برای این بود که نحوه برش و آماده سازی این رو خدمتون توضیح بدم و امیدوارم که متوجه این شده باشید که چقدر این کار راحت هست و حقیقتا تمیز کردن و بریدن یه فیله گوساله به شرط اینکه این تکنیک‌های ساده رو به کار ببندید بسیار کار راحتی هست و بهترین استیک و کباب رو از این طریق میتونید خودتون تهیه بکنید به طرز تمیز و بهداشتی و نوشجان بفرمایید. اون تخته کاری که توی قصابی ها معمولا میبینید و اون وضعیت چاقو و اون شرایط بهداشتی و اینا، سعی کنید اجازه ندید که این تو قطعات برش خورده گوشتتون هم مالیده بشه و سلامتتون رو تهدید بکنه. این کار یه زحمت خیلی کمی میبره که خودتون آماده سازی رو انجام بدین، ولی بهترین کیفیت و سلامت شما رو تضمین میکنه. ممنونم که همراه ما بودید. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفا فراموش نکنید که با زدن دکمه سابسکرایب مشترک کانال ما بشید که از برنامه های بعدی ما هم بتونید اطلاع پیدا بکنید. متشکرم، درود بر شما، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.